یه دوست دیگه پرسیده برای شروع عکاسی دوربینی که کیفیتش خوب باشه و قیمتش هم مناسب باشه معرفی میفرمایید؟ نه معرفی نمیفرمایید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب باشید. من عرفان هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از من. توی این ویدیو کاملا متفاوت قرار که به یه سری از سوالاتی که شما توی استوری از من پرسیدید جواب بدم که تقریبا میشه گفت از همه چیز و همه جا و همه کس پرسیدید. میتونه یه ویدیوی خیلی جذاب و خفن باشه در عین حال که کلی از سوالات شما رو هم توش جواب دادم. با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. یادتون نره دکمه لایک هم بزنید. برو بریم. خب سوال اولی که مشترکاً چند نفرتون از من پرسیده بودید اینه که از چه سنی به عکاسی علاقه پیدا کردی و چی موجب علاقه تو به عکاسی شده؟ بعد بهتون بگم که اگر بخوام سنشو بهتون بگم شاید از 7-8 سالگی به اینور من عاشق عکس گرفتن شدم. حالا عاشق که نه، ولی علاقه خیلی زیاد داشتم و با دوربین فیلمخور مامانم تا دوربین کامپکت سونی که داشتیم و حالا دوربین جی وی سی قدیمی که داشتیم و خیلی چیزهای دیگه که تو این خونه میومده و میرفته من باش سعی میکردم که عکس بگیرم و ذوق داشتم. حالا نه اینکه بلد باشم عکس بگیرم، نه، فقط ذوق داشتم که عکاسی بکنم. و چی باعث شد هم فکر میکنم ثبت خاطرات خیلی منو به سمت عکاسی هول داده، چون خیلی همیشه دوست داشتم، حتی اون موقعی که حتی به صورت جدی هم تو زمینه عکاسی فعالیت نمی کردم خیلی دوست داشتم دور و برم رو و اتفاقات دور و برم رو ثبت بکنم. یه دوست دیگه پرسیده برای شروع عکاسی دوربینی که کیفیتش خوب باشه و قیمتش هم مناسب باشه معرفی میفرمایید؟ نه معرفی نمیفرمایم. نه جدی فرقی نمیکنه، گوشی تو دستتون میتونه بهترین دوربین باشه واسه شروع عکاسی. فرقی نمیکنه چه گوشی دارید، چه برندی دارید، چه مدلیه و چند مگاپیکسل دوربینتونه. مهم اینه که شما علاقه و ذوقتون رو با همون دوربینی که دارید دستتون نشون بدید و واقعا توی دنیای عکاسی حرکت بکنید. و واسه شروع هیچ چیزی بهتر از گوشی موبایل نیست. ده ها بار تا حالا گفتم. خب یه دوست دیگه پرسیده از کجا عکاسی رو یاد گرفتید و خواننده مورد علاقتون کیه؟ دو تا سوال با هم دیگه توی کوئسچن باکس پرسیده. اول خواننده مورد علاقمون بگم که تقریبا میشه گفت یه نفر رو من خیلی دوست ندارم. من خیلی ها رو خیلی دوست دارم. ولی همیشه هم گفتم چند تا خواننده خیلی در نظر من برترن. واقعا خیلی علاقه دارم بهشون. محسن یگانه، شادمهر عقیلی، علیرضا قربانی و خیلی خیلی کسای دیگه‌ای که الان من بخوام دونه دونه بگم باید تا آخر ویدیو فقط خواننده‌های مورد علاقه‌ام مثال بزنم، ولی اولین نفری که همیشه تو خواننده‌های مورد علاقه‌ام میاد تو ذهنم محسن یگانه است. و از کجا عکاسی رو یاد گرفتید؟ من شروع کارم بدون یادگیری بود، یعنی تقریبا میشه گفتش که همینجوری عکس می‌گرفتم تا رفتم جلوتر و توسط اطرافیانم تشویق شدم تا حس کردم که خودم استعداد اینو دارم که بخوام تو زمینه عکاسی هم فعالیت بکنم و قدم بردارم و رفتم تو اینترنت و آپارات و یوتیوب و اینور اونور و از منبعهای مختلف عکاسی رو یاد گرفتم. یه سوال دیگه که خیلی زیاد پرسیدید و به یه دونش مشترکاً جواب میدم اینه که تالا عاشق شدی؟ بله عاشق شدم. یه سوال دیگه اینه که کاش بگید، البته این سوال نیست، با کاش شروع شده، کاش بگید با چه نرم افزاری میشه ویدیوها رو برش داد، کنار هم تدوین کرد و یه ویدیوی باحال ساخت. برای موبایل خب قطعا کاین مستر و اینشات رو بهتون پیشنهاد میکنم که 0-100 آموزش اینشات توی پیج خودم هست که در آینده خیلی نزدیک ورژن کامل شده اون رو دوباره 0-100 بهتون آموزش میدم که توی یوتیوب قرار میگیره. و برای کامپیوتر هم که خب اول از همه پریمیر رو بهتون پیشنهاد میکنم. سوال بعدی، رشته شما مربوط به عکاسی است یا از جای دیگه یاد گرفتی؟ خیر، من رشته مربوط به عکاسی نیست، نبوده و نخواهد بود. رشته من کامپیوتر بوده، گرایش نرم افزار میخوندم که اصلا کلا از دانشگاه انصراف دادم مقطع کارشناسی و کلا علاقم به عکاسی باعث شده که من بیام سراغ عکاسی و کلا تولید محتوا در رابطه با دنیای عکاسی. سوال بعدی که خیلی زیاد پرسیده شده اینه که کاور پستات چطوری درست کردی؟ کاور پستام با نرم افزار فتوشاپ طراحی شده و کلا هر چیزی که توی پیج من میبینید اگر کاوری هست، حالا طرحی هست، ادیتی هست، هر چیزی که هست با نرم افزار فتوشاپ این کارو انجام دادم. برای ادیت پریمیر یا لایت روم؟ هیچ ربطی این دوتا به هم دیگه ندارن. پریمیر کارش تدوین ویدیوه و اصلا کلا توی کار ویدیو اینجور چیزاست. لایت روم کارش ادیت عکسه و هیچ ربطی این دوتا به هم دیگه ندارن. بزرگترین ترسی که دارین چه تو این مسیر چه زندگی شخصی؟ تو این مسیر بزرگترین ترسم اینه که مخاطبم و اونایی که رفیق خطابشون میکنم، یعنی شماها، دیگه منو باور نداشته باشید و واقعا از این میترسم. البته چیزی برای ترس وجود نداره، اما خب همیشه یه ترس ریزی تای دل آدم هست از این بابت که نکنه
این همه زحمت کشیده، این همه تلاش کرده که یه کاراکتری از خودش بسازه و در نهایت مخاطبش اونو باورش نکنه. تو زندگی شخصی هم که تقریبا میشه گفت ترس از دست دادن عزیزانم بزرگترین ترسیه که همیشه داشتم و دارم. تا حالا تو رابطه بودین؟ بله بودم. چطوری ادیتمون حرفه‌ای بشه؟ خب ادیت چی؟ یه ذره درست سوال بپرسید. ادیت چی؟ اگر ادیت عکس منظورتونه که شما باید برید آموزش‌های مختلفو ببینی، این همه آموزش تو پیج خودم هست، صرف تا صد لایت روم رو واقعا واسه کی من درست کردم واقعا؟ واسه کی ساختم این آموزش‌ها رو پس؟ شما باید برید آموزش ببینید، کار بکنی، تمرین و تو هر زمینه، نه فقط ادیت عکس، تو هر چیزی که بخوای رشد بکنی باید آموزش درست و اصولی ببینی و تمرین بکنی. برای عکاسی چه موقعی لازمه بریم آچوزشگاه؟ نوشتن آچوزشگاه، بله منظورشون آموزشگاه. اصلا نیازی هست بریم یا نه؟ برای عکاسی ببینید، من خب هر کسی یه نظری داره، ممکنه یکی بگه که آره آکادمیک اگر بگذرونید دوره عکاسی رو خیلی خوبه، خیلی بهتره، یکی دیگه بگه نه تجربی. من خودم جزو اون دسته از افرادی ام که تجربی یاد گرفتم و هیچ وقت سر هیچ کلاس عکاسی نشستم و این دیگه برمیگرده به در از شما، برمیگرده به خود شما که چه حالتی بیشتر یاد میگیرید. ممکنه یه استادی بالا سرتون باشه، یه کسی باشه که بهتون یاد بده، خیلی راحت تر یاد بگیرید تا اینکه خودتون برید سراغ فیلم‌ها و حالا کسب تجربه از راه‌های مختلف مثل اینترنت که دیگه بهترین و بزرگترین راهشه. دیگه برمیگرده به خودتون. خب سوال بعدی، نظرتون راجع به لنز 50 میلیمتر کنون. اگر منظورتون 50 میلیمتر f1.8 که یکی از فوق‌العاده ترین لنزاییه که وجود داره برای کنون و یکی از ارزون ترین لنزهای حرفه‌ای و درست حسابی واسه عکاسیه که شما برای اینکه بتونید عکاسی پورتری خیلی خوب داشته باشید، تو نور کم عکاسی بکنید، تو نور کم فیلم برداری بکنید و عمق میدان کمی داشته باشید، بتونید در از عکسایی رو بگیرید که پشتشون بیشتر تاره یا بلره، اولین گزینه و بهترین پیشنهاد بتون 50 میلیمتر کنون f1.8. خب سوال بعدی، راز موفقیتتون. اگر که منو یه آدم موفق میبینید که واقعا باعث خوشحالی منه، فقط باید بگم که واسه علاقم جنگیدم و کاری رو نکردم که بهش علاقه ندارم. تا الان حداقل میشه گفت 90% کارهایی که من تا الان انجام دادم علاقه پشتش بوده و از سر اجبار و زور نبوده، شاید هم بیشتر از 90%. علاقت رو پیدا کن، واسهش بجنگ. تفاوت دوربینای فول فریم و کراپ فریم برای خرید لنز. ببینید تفاوت دوربین فول فریم با کراپ فریم خیلی زیاده که یه ویدیو کامل و جداگونه میطلبه، اما اگر بخوام خلاصه در حد همین ویدیو بگم، شما لنزهای فول فریم رو میتونید روی کراپ فریم ببندید، اما لنزهای کراپ فریم رو نمیتونید روی فول فریم ببندید، به دلیل اینکه اون لنزی که روی فول فریم بسته میشه دهنش بزرگتره، اونی که رو کراپ فریم بسته میشه کوچیک‌تره دهنش، و اونی که رو کراپ فریم بسته میشه اگه ببندین رو فول فریم، چون کوچیک‌تره بالا و پایین تصویر یا چپ و راست تصویرتون حاشیه سیاه میفته و در اصل میگن فریمتون یا اون قابتون کات شده، که خب درست نیستش. با سلام، لطفاً آموزش فتوشاپ بذارید، ممنونم. با سلام، آموزش فتوشاپ انشالله در آینده داریم، خواهش میکنم. خب محمد گفته که کتاب در زمینه عکاسی بهمون معرفی کن. هرچند سوال نیست، ولی تنها کتابی که من میتونم به تو معرفی بکنم، چون فقط همون یه دونه کتاب رو دارم، کتاب فرهنگ مصور عکاسیه که تقریبا میشه گفت یه کتاب کامله، در رابطه با همه چیز، همه اصطلاحات عکاسی صحبت کرده و تیتروار در موردشون توضیح داده. یه کتاب خیلی کوچیک و جمع و جوره که 25000 تومان من خریدمش، الان شاید یه ذره گرونتر شده باشه. و خیلی های دیگه هم میگید که کتاب بهمون معرفی کن، و بهتون میگم که من کلن کتابی در زمینه عکاسی نخوندم جز این یه دونه کتاب، که اینم کتابیه که بیشتر مرجعه تا مثلا بخواد یه چیزی یاد بده، و به این دلیل که عکاسی یه چیز تئوری نیست، عکاسی کاملا دنیای عملیه و به نظرم چیزی که عملی هست و شما با کتاب نمیتونید یادش بگیرید، حداقل درصد زیادیش رو، و بهتره که با ویدیو، با تجربه، با تمرین یادش بگیرید. یه دوست عزیز دیگه پرسیده چرا با گوشی اسلو موشن فیلم میگیریم، کیفیتش خوب نیست، راهکار بده. یه چیز طبیعیه که با گوشی وقتی اسلو موشن میگیری کیفیتش میاد پایین. چرا؟ دو تا دلیل اصلی و مهم داره، به خیلی شرایط و در از دلایل دیگه هم بستگی داره، اما مهمترین دلیلش دو تا چیزه. یکی اینه که زمانی که شما اسلو موشن میگیرید دارید تعداد فریم بیشتری رو تو یک ثانیه جا میدید و این باعث میشه که
اون نوردهی که داره برای هر یه فریم اتفاق میفته ضعیف‌تر بشه و خب قطعا نور کمتری وارد سنسور میشه. و اگر دقت کرده باشید وقتی با گوشیتون فیلم میگیرید اینجوری اسلو موشن که فیلم میگیرید اینجوری چراغا فلیکر میزنن و چشمک میزنن تو ویدیو. و یکی دیگه و یکی دیگه از دلایلش هم اینه که شما زمانی که دارید اسلو موشن فیلم میگیرید وقتی تعداد فریم زیادی رو تو یک ثانیه جا میدید باعث میشه که حجم اون ویدیو بره بالا. و اگر قرار باشه با کیفیت مثلا 4K براتون اسلو موشن بگیره که میگیرن یه سری از دوربینا، حجم خیلی زیادی رو هم در از اشغال میکنه که مثلا شما اگه بخواید 5 دقیقه فیلم 4K اسلو موشن بگیرید مثلا 120 فریم یا 240 فریم بر ثانیه شاید مثلا 10 گیگ بشه و خب این خیلی زیاده. یکی دیگه گفته ای کاش دوربین داشتم که بتونم کلی سوال ازت بپرسم. مگه الان هر کی داره از ما سوال میپرسه حتما دوربین داره. اولین قدممون برای کسب درآمد از عکاسی چی باید باشه؟ اصلا چی کار کنیم؟ اولین قدمتون اینه که اصلا به کسب درآمد فکر نکنید. میدونید خیلی اشتباهه. همیشه رفته تو مغز یه سریامون که فلان کارو برم سراغش یا نه، به نظر درآمدش خوبه عرفان، به نظرت عکاسی ته داره، آینده داره. یه مثالی همیشه از یه جایی شنیده بودم، نمیدونم الان دقیقا کجاست ولی خیلی خوب بود مثالش. گفت یه لوله کش عاشق خیلی بیشتر درآمد داره تا به نسبت یه دکتری که صرفا خونده که مدرک بگیره. و این به نظر من خیلی درسته. طریقه همکاری با چطوریه پسر؟ طریقه همکاری که نمیدونم منظورتون چیه ولی به هر حال دایرکت بدید دیگه. حالا چند نفرم پرسیده بودن، یه نفر نبود، ولی دایرکت بدید که ببینم طریقه همکاری چیه، اصلا در چه مورده. دوست دیگه پرسیده اسم خودتو میذاری عکاس یا خیر، برای پول کار میکنی؟ اگر بخوام یه جوری حرف بزنم که تعریف از خود نباشه، نه اسم خودمو نمیذارم عکاس، چون هنوز به اون درجه نرسیدم که واقعا اسم عکاس روم بیاد. شاید الان نیمچه عکاس باشم. اما این بخشی که میگید برای پول کار میکنی، بعد بگم که خب بدون کلیشه‌اش و صاف و رو راستش اینه که همه داریم برای پول کار میکنیم ته ته تهش. اما اگر فقط بخواد فکرمون و 100% مغزمون و تفکرمون گیر باشه روی این موضوع که آخر ماه یه حقوقی میخوام بگیرم پس این کار رو به خاطر اون حقوق انجام بدم، قطعا تو شکست میخوریم و باید برای علاقمون کار بکنیم، برای عشقمون کار بکنیم و در نهایت خب اون سود و منفعتش هم ما میبریم دیگه. یه دوست دیگه پرسیده نور رینگ لایت برای شروع تولید محتوا خوبه؟ برادر من، خواهر من که البته نمیدونم خواهری یا برادری، کافه تریک. من از لامپ بالای سرم شروع کردم تولید محتوا رو و خیلی 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 رینگ لایت تازه چند پله بالاتر از یه لامپ کم مصرف بالای سرت میتونه باشه، پس خیلی خوبه قطعا. خب سوال بعدی، یه مشکلی دارم در رابطه با دوربین S8 پلاس، بعد از آپدیت اندروید تنظیمات پرو در حالت فیلم برداری حذف شد. این مشکل نیست، متاسفانه سامسونگ اومد روی آپدیت اندروید 9 تنظیمات پرو رو در حالت فیلم برداری حذف کرد و دوباره روی اندروید 10 وان یو آی 2 برگردوند. و اگر که شما گوشیتون وان یو آی 2 رو دریافت نکرده یا نمیکنه، متاسفانه نمیتونید دیگه تنظیمات پرو در حالت فیلم برداری داشته باشید مگر اینکه از نرم افزار پرو شات استفاده بکنید یا اینکه بالاخره باید منتظر بمونید آپدیت اندروید 10 وانیای 2 یا 2.5 براتون بیاد که قطعاً فیلم برداری حالت پرو به دوربینتون برمیگرده. چقدر توپق زدم. و چند تا سوال دیگه هم بگم و این ویدیو رو جمعش بکنم، تقریبا طولانی شد ویدیومون. بهترین فاصله کانونی برای فیلم برداری. خب شما باید ببینید سبک فیلم برداری چیه و قراره تو چه اصلا ژانری، تو چه سبک فیلم برداری بکنی. بهترین فاصله کانونی رو نیازت تعیین میکنه. شما میتونی با یه دوربین واید فیلم برداری بکنی، میتونی با یه 70-200 فیلم برداری بکنی، میتونی با یه دونه فیشای مثلا فیلم برداری بکنی، دیگه بستگی به نیازت داره. و بریم سراغ سوالات آخر، رابطه دیافراگ و عمق میدان. اینم از همون سوالاتی که گفتم از بی‌دقتی میاد کاملا و فقط برای اینکه این سوال بی جواب نمونه میگم که دیافراگ هرچی بازتر باشه عمق میدان کمتره، پشت سوژه تارتره، نور بیشتره. دیافراگم هرچی بسته‌تر باشه عمق میدان بیشتره، پشت سوژه واضح‌تره و نور کمتره. و سوال بعدی اینه که بیشتر راجع به لنزا میخوام بدونم. مثلا من خودم 18-140 دارم و لنز بعدی که میخوام بگیرم 50ه، نمیدونم چی خوبه. سبک کارم هم مثل خودتونه، دوست دارم معماری، طبیعت، روزمرگی. ادامه‌ام نداره، احتمالاً اینه که روزمرگی عکاسی کنم. 50 میلی‌متر یه لنز نرماله که وقتی روی کراپ فریم میاد میشه تله. یعنی چی؟ یعنی
زومتر میشه خب، و شما با 50 میلیمتر نمیتونید، اگر بخواید که فقط و فقط یه سبک رو ببرید جلو، با 50 میلیمتر نمیتونید طبیعت و معماری و اینا عکس بگیرید، چون 50 میلیمتر یه لنز نرمال محسوب میشه و زاویه دید بسته تری داره به نسبت یه لنز واید. و شما برای عکاسی طبیعت، منظره و اینجور چیزا که زاویه بازی رو میخواید، باید برید سراغ لنزهای زیر 40 میلیمتر، 35 میلیمتر، 28 میلیمتر، 24 میلیمتر، 18-55 حتی و خیلی لنزهای دیگه. و کلن لنز خوبیه اما به درد عکاسی طبیعت و معماری و اینا نمیخوره خیلی. بهترین دوست تو فضای مجازی و واقعیت، باید بگم که تاهای عزیز که این سوال از من پرسیدی، تو قطعا یکی از بهترین دوستای من هستی که اخیراً هم باهات آشنا شدم و خیلی از این آشنایی خوشحالم و شخص خاصی رو نمیتونم نام ببرم به عنوان بهترین دوستم توی فضای مجازی، چون با هر کسی یه نوع ارتباط دارم و خیلی خوشحالم از اینکه این همه رفیق دور و بر خودم دارم قطعا. و سوال آخر هم این سوالی بود که اینجا نوشته شده بود: منو به عنوان یه رفیق قبول داری یا نه؟ اگر به مشکل بخوری به من میگی یا نه؟ به عنوان رفیق قبولت دارم، توی که این سوال از من پرسیدی، اما تا زمانی که تو هم منو به عنوان رفیق قبول داشته باشی و تا زمانی که مشکلاتت رو به من بگی، منم سعی میکنم اگر مشکلی رو خودم نتونستم تکی حلش بکنم، با تو در میونش بذارم، شاید با هم دیگه حلش کردیم. خب رفقا، بیشتر از این دیگه سوالات رو ادامه نمیدم، هرچند که همین الانشم تقریبا نصف بیشترش رو جواب ندادم و واقعا ببخشید از اینکه نمیتونم به همه سوالات جواب بدم، چون خیلی تعدادشون زیاد بود و همین الانم شاید تا انتهای ویدیو رو ندیده باشید، شاید هم دیده باشید ولی نمیدونم. ولی در کل اگر که تا انتهای ویدیو همراه من بودید، خیلی ممنونم از همتون. و اگر که از این سب ویدیو خوشتون اومد، حتما توی کامنت ها برام بنویسید نظرتون رو. بازم اگر سوالی بود که من اینجا جواب ندادم ولی خیلی دوست داشتید که به جوابش برسید، توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما جوابتون رو میدم. خیلی مخلصم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.